در تاریخ بی سابقه است، در همه جای دنیا. در هیچ جای دنیا شما این اتفاق نمیفته تیم ملیتون ببازه و مردم خوشحال باشن. و این واقعا یه پیام روشن بود برای فوتبال. الان احسان تو این گزارشش همه چی رو گویا بود، یعنی واقعا لازم بود من توضیح بدم چیزی. اما چیزی که برای من خیلی مهمه اینه که درسته افکار عمومی، قدیما میگفتن افکار عمومی کم حافظ است، اما با توجه به تکنولوژی که الان هست، این تکنولوژی که الان شما در واشنگتن، من در برمنگام، مزدک در لندن، آقای مرزبان در ویزبادن، ما میتونیم با هم بشینیم صحبت کنیم. الان با شرایطی که رخ داده در دنیا نمیشه به این راحتی اتفاقاتی که در ایران رخ داده رو در واقع به این راحتی فراموش کرد. ببینید ما نمیتونیم فراموش کنیم اتفاقی که برای مهسا امینی رخ داده، نمیتونیم فراموش کنیم نیکا، نمیتونیم فراموش کنیم سارینا، نمیتونیم فراموش کنیم کیا، نمیتونیم فراموش کنیم خدا نورو، حمیدرضا روحی رو. واقعا ببینید ما خودمون رو بذاریم جای خانواده این عزیزان، آیا واقعا میشه فراموش کرد این شرایط رو؟ برای همین فوتبالیست‌ها باید بدونم در یک مقطع زمانی مردم ایران نیاز به همدردی با اینا داشتن و این همدردی رو فوتبالیست‌های ایرانی دریغ کردن. من نمیدونم، ممکنه در شاید در 20 سال آینده، 10 سال آینده، سال آینده همه چی فراموش بشه، اما من مطمئنم خانواده‌هایی که عزیزاشون از دست دادن هیچ وقت فراموش نمی‌کنن چه اتفاقی افتاده. برای همین ما باید خودمون رو بذاریم جای این عزیزان. اون زمانی که ما انتظار داشتیم، ببین من همیشه میگم انتظار داشتیم فوتبالیست‌های ایرانی اون در واقع نقطه درستی که باید باشه رو انتخاب کنن، اما متأسفانه دریغ کردن. ببینید دریغ کردن. درسته من بازم میگم خیلی ها میگن که شما در ایران نیستی، شما نمیدونی، خانواده اینا اونجا هستن، به نوعی همه ایران گروگانن و خانواده عزیزان گروگانن. من قبول دارم، من نمیخوام، من جای اونا نیستم، نمیتونم تصمیم، من دارم از طرف خودم میگم. اما اگر همه این فوتبالیست ها، ما الان میبینیم برای مثال فوتبالیست ها حقوقشون در واقع دیر میشه، همه با هم استوری میذارن، همه با هم اعتراض میکنن، آیا همه این بازیکن ها اعتراض میکردن به نظر شما؟ حداقل همدردی میکردن با اون شرایط مردم ایران؟ آیا اتفاق خاصی میفتاد جز این که تو دل مردم به مراتب محبوبتر میشدن؟ اما این اتفاق رخ نداد و مطمئنم اون جایگاهی که تیم ملی داشته با شرایطی که الان میبینن دیگه نداره، واقعا نداره. نمیتونیم خودمون رو فریب بدیم بگیم نه آقا به همه میرن دنبال فوتبال. نه، اون آدمایی که اون در واقع مردمی که عزیزاشون از دست دادن دیگه نمیتونن در واقع به فوتبالیست‌های ایرانی به همون نگاه سابق نگاه کنن.